اگه برات سواله که چجوری آجر رو باید مثل من برجسته کنی، به توصیه میکنم که این آموزش رو تا انتها ببینید. برای شروع کار صفحه متریال ایتور رو باز میکنم، یه دونه ویره MTL رو میام اینجا قرار میدم و زمانی که این کار رو اومدم انجام دادم تصویر مربوط به دیفیوزش رو برمیدارم و اینجا میذارمش. وقتی که تصویر رو اینجا قرار دادم، نیاز هست که من اون رو برای دیفیوز در نظر بگیرم و بعد از اون بیام به سادگی برای پلینم اعمالش کنم. همون جوری که داری میبینی جهتش الان اشتباهه. من 90 درجه میچرخونمش و ابعاد و اندازش رو میام تغییر میدم تا یه مقدار بیام اینجا آجرم رو ریزترش کنم. زمانی که من این کار رو اومدم انجام دادم، اگر که بیام از کار یک رندر بگیرم، میبینم درست مثل این میمونه که یک برچسب رو روی این سطح چسبونده باشیم. من نیاز به یک مپ به اسم دیسپلیسمنت دارم تا با استفاده کردن از اون دیسپلیسمنت به سادگی تعریف کنم یه قسمت هایی رو برای من برجسته کنه و یه قسمت هایی رو برای من فرو رفته کنه. اگر نمیدونی مپ دیسپلیسمنت چیه، حتما به توصیه میکنم از دوره ویره آوانگارد استفاده کنی، چون توی این دوره کامل همه چیز رو ما اومدیم به شما آموزش دادیم. حالا توی اقدام بعدی فقط کافیه که من پلی رو انتخاب کنم، به سادگی بیام V-Ray Displacement Modifier رو بهش اعمال کنم و زمانی که اومدم اعمال کردم، نیاز هسته که من بیام مپ بعدی یعنی مپ Displacement رو براش در نظر بگیرم. زمانی که این مپ رو من باز کنم، میبینم پسفند این مپ من چیه؟ PNGه و یه دونه تصویر چیه؟ 16 بیتیه. تصاویر 16 بیتی و 32 بیتیتون رو با یه بیت مپ عادی باز نمی کنید، باید بیاین از ویری بیت مپ براش استفاده کنید. یعنی من باید بیام اینجا به سادگی یه دونه ویری بیت مپ رو این قسمت در نظر بگیرم. زمانی که در نظر گرفتم، اون تصویر رو باهاش بیام باز کنم، چون اگر این کار رو نکنید منجر به این میشه که اون تصویر به درستی روی کار شما اعمال نشه. توی اقدام بعدی فقط کافیه که من بیام این ویری بیت مپ رو برای تکسچر مپ هم اینجا در نظر بگیرم و یه دونه اینستانس بگیرم و وقتی که اینستانس گرفتم، مثلا بگم به اندازه 3 سانتی متر یا نمیدونم 5 سانتی متر بیاد اون رو برای من بود بده و حالا که من بیام رندر بگیرم، ببینم کار رو اومده برای من بود داده، اما اشتباه. چرا اشتباهه؟ به دلیل اینکه ما اومدیم یه سری تنظیمات برای دیفیوزمون در نظر گرفتیم و دقیقاً همون تنظیمات رو باید اینجا هم برای بیت مپ این در نظر بگیریم. یعنی یه چرخش 90 درجه برای مپش بذارم اینجا و بیام تایلینگ فکر میکنم 3x3 دادم و اینجا اعمالش کنم و حالا که من بیام از کار رندر بگیرم، به خوبی میبینیم که الان آجر رو اومد برای ما به وجود آورد. حالا متریال آجر ویژگی‌های دیگه هم داره، مثلا رفلکت و مثلا گلاسینس و ویژگی‌های دیگه، بامپ و غیره و زالک. اون ویژگی‌های دیگه‌اش رو خودت برو با دقت جستجو کن و روی متریال آجرت اعمال کن. دیدین چقدر ساده اومدیم با یه دونه مپ دیسپلیسمنت این آجر فوق‌العاده رو با هم دیگه به وجود آوردیم.